بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم خالصانه ترین درودها و سلامها به محضر دردانه های آسمان خلقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام درود و احترام بسیار ویژه به محضر شما نازنین همراهان رسانه جهانی هادی، یکی دیگر از برنامه های به وقت بیداری را تقدیم نگاه مهربان و پرمهر شما عزیزان میکنیم. امشب برنامه ما مصادف شد با شام شهادت مظلومانه امام حسن عسکری، امام 11 ما شیعیان. به همه شما عزیزان، به همه شما رهروان و شیعیان واقعی حضرت این شهادت جانگداز تسلیت عرض میکنیم و برنامه امشب با توجه به این مناسبتی در آن هستیم، سعی کردیم طوری تقدیم شما کنیم که مورد استفاده همه ما قرار بگیره. در برنامه امشب با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی عزیز نگاهی خواهیم داشت به وصیت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان و رهروانشان. سلام علیکم استاد، خوش آمدید، تسلیت عرض میکنم. و علیکم السلام، محضر شما و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام و احترام داریم. ما هم متقابلا عرض تسلیت داریم محضر جناب عالی و همه بینندگان عزیزی که پای این رسانه دینی نشستن و انشالله که خداوند متعال توفیق بده بتوانیم مطالبی رو که برای گوینده و شنونده و بیننده و مفید هست خدمتون تقدیم کنیم. در خدمت جناب استاد، با توفیق و عنایت الهی بار دیگر برنامه ما مصادف شد با یکی دیگر از مناسبت‌های بزرگ اسلام. بله. شام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و وصیت‌نامه بسیار مهم و در واقع بسیار ارزشمندی که ازشان به یادگار مانده و چراغ راهی هست برای همه ما. می‌خوایم امشب با توجه به این مناسبت در محضر عزیزانی که برنامه ما را همراهی می‌کنن با از لسان مبارک شما از این وصیت‌نامه بشنویم. اولا بفرمایید که در چه زمانی این وصیت‌نامه ایراد شده و بعد از اون هم به جزئیاتش با توجه به تایم برنامه انشاءالله خواهیم گفت. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. همونطوری که اشاره فرمودین، امام حسن العسکری علیه السلام چراغ هدایتن، همون گونه که همه ائمه علیهم السلام چراغ هدایت و کشته های نجاتن. در تعابیر پیامبر اسلام هم این آمده و در زندگیشون هم بالعیان و واضح ما میدیدیم. امام حسن العسکری سلام الله علیه یکی از امامانی است که در زمان جوانی به شهادت رسیدن. اون حضرت در سال 232-233 هجری در شهر مدینه در 8 ربیع الثانی به دنیا میان. تقریبا سال 260، حالا اختلافاتش کنار بذاریم، حضرت در 8 ربیع الاول به شهادت میرسند. خب در این دوران پربرکت حیاتشون امام حسن العسکری علیه السلام گرفتاری های فراوانی و مشکلات فراوانی از ناحیه حکومت غاصبانه بنی العباس داشتن، از جمله خوب همین دوران اختناقی که امام حسن العسکری علیه السلام سپری کردند که حضرت با پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام احضار میشن در کشور عراق فعلی و در سامرا در معسكر، یک جایی که فقط سربازان بود و مثل یک پادگان نظامی بوده، این بزرگواران جا میدن و تحت کنترل بودن. خلاصه یک زندگی اینچنینی، در این حالی که خب الان عرض کنم هدایتگری خودش رو داشت، ارتباطی از طریق
موالی و نمایندگان با شیعیان و مؤمنین داشتن. در کل زندگی بسیار سختی رو حضرت سپری کردن تا در جوانی هم به شهادت میرسه. در مورد این وصیت نامه خب باید عرض بکنیم که نکات فراوانی نیاز به توضیح داره و بسیار زیبا و قشنگه. بینندگان عزیز هم توجه دارن که یکی از مفاخر حدیثی شیعه که در حقیقت نابترین هدایت‌های وحیانی و قدسی در ضمن اینها نهادی نشده و به دست ما رسیده است، وصیت‌هایی که از این مشعل‌های فروزان هدایت یعنی از خود پیامبر اعظم و فرزندان اون حضرت اهل بیت اون حضرت به یارانشون وصیت کردن، به بازماندگان، به فرزندان و گاهی مثلا گفتن که و من بلغ کتاب هازو، به همه وصیت کردن. این وصیت‌ها به دست ما رسیده. مثلا پیامبر اسلام به جناب ابوذر وصیتی دارن به دست ما رسیده، پر از نکات اخلاقی و درس‌های بلندی برای زندگی. وصیتی است به امیرالمؤمنین علی علیه السلام از وجود نازنین و مقدس پیامبر اسلام، از زهرای مرضیه، همینطور از خود امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین علیهم السلام. اون وصیت معروفی که در اونجا می‌فرماید کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما، اونجا هم داره امیرالمؤمنین که این وصیت میکنه به شما فرزندانشون و من بلغ کتاب هازا، به هر کسی که این کتاب من نوشته من میرسه، اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم. یک وصیت بسیار زیبا و قشنگ. از جمله این وصیت نامه ها وصیت نامه است که امام حسن العسکری علیه السلام فرمودن. این در اواخر عمر امام حسن العسکری بوده، یعنی در همون زمانهایی که دیگه احساس میکردن دارن از دنیا میرن. دارد که حضرت حدود 40 نفر از یاران خودشون رو جمع کردن، اصحاب درجه 1، اونایی که تاثیرگذار بودن، اونا رو جمع کردن. بعد وجود نازنین و مقدس حضرت صاحب الامر و الزمان رو صدا زدن که بیا. وقت حضرت تشریف آوردن مثل ماه شب 14 وارد شد بر این جمع. امام حسن العسکری سلام الله علیه فرمود که این شخص بعد از من امام شماست. استاد شاید که از حساسیت های ویژه دوران امامت هرچند کوتاه امام حسن عسکری علیه السلام همین وجود امام عصر ارواحنا لتراب مقدم فدا باشه. در واقع ایشان جدای از این که بالاخره زمانی که به شهادت میرسن امام بعدی رو باید معرفی بکنن، این امام بعدی امام زمان ما هستن. بله دیگه. امام آخر ما، بله. امام 12 موعود بشر، موعود بشر و درسته. بسیار مهم هست و شاید دقیقا همین جوریه. اصلا خود سران بنی العباس از طریق روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، اونا میدونستن که دیگه تولد موعود و منجی عالم نزدیکه. نزدیک شد. به همین جهت هم این اختناق و سختگیری رو زیاد کرده بودن. اونم دیگه اراده خدا بود که به اون شکل امام زمان علیه السلام به دنیا آمدن. و عرض کنم خدمتون که سال 255 تا سال 260 5 سال دیگه. 5 سال. مثلا. 5 سال یا 6 سال فرض کنید. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اون زمان غیبتی نداشتن. غائب نبودن. تحت الحفظ. به واسطه خود امام حسن العسکری و یاران نزدیک اون حضرت، طوری که اطلاع پیدا نکند دشمنان از حضور حضرت. بعد حضرت به شیعیان معرفی فرمودند. بعد از اون معرفی بعد رو کردن به این مردم و چند جمله وصیت کردن. من خواهش میکنم بینندگان عزیز با دقت بیشتر به این وصیت نامه امام حسن العسکری علیه السلام توجه کنند. این وصیت نامه در 3 بخش خیلی کوتاهه ولی خیلی پرمطلبه، خیلی جالب و زیباست، خیلی درس‌های آموزنده و بلندی داره، جملات تأثیرگذاری از زبان امام معصوم در آخرین لحظات عمر شریفشون. امام حسن العسکری علیه السلام در 3 بخش این وصیت رو فرمودن. بخش اول توصیه به نکات اخلاقی بسیار بسیار لازم و با ارزش است. اینی که میگم لازم، یعنی واقعا هر مسلمانی باید این نکات رو در وجود خودش نهادینه بکند و داشته باشد تا مسلمان حساب بشه، مؤمن حساب بشه. بخش دوم دستور حضرت هست در رابطه با تعامل درست، رفتار درست با پیروان سایر ادیان و مذاهب.
یعنی یک رفتار کریمانه و یک رفتار منطقی و یک رفتار بزرگ منشانهی که هر کس این رفتار رو از ما با عنوان شیعه با پیروان سایر مذاهب، مذاهب دیگر، ادیان دیگر ببیند، جذب مکتب و مذهب ما میشه. اینه توضیح خواهیم داد. در حالی که یکی از گمشده های امروزی امروزه میرسی میشه. این بخش دومه. بله. بخش سوم توقعات به جا و انتظارات عرض کنم مناسب است که اهل بیت عصمت و طهارت از ما به عنوان یک مسلمان و شیعه دارد. سلام. که خیلی زیبا و قشنگ انشاءالله اگر رسیدیم این سه بخش رو خدمتون عرض میکنیم. مشتاقیم استاد. بزرگواری. در بخش اول حضرت امام حسن العسکری علیه السلام در بخش این توضیح های اخلاقی چند نکته رو میفرماید که باید رعایت کنیم. یک، اوصیکم بتقوی الله والورع فی دینکم. این اوصیکم بتقوی الله در نوع از وصیت های اهل بیت دیده میشه. خیلی جالبه. میفرماید که شما را توصیه میکنم به اون چیزی، به اون گوهر نایاب و گرانبهایی که میزان فضیلت انسان ها بر یک دیگری. چیه اون چیز؟ تقوا. در قرآن کریم سوره مبارکه حجرات داریم، خداوند متعال میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انما اکرمکم عند الله اتقاکم. چقدر زیباست این آیه، چقدر قشنگه. جهان بینی اسلامی را این آیه شریفه به مردم بیان میکنه. از نگاه اسلام تمام ما انسان ها پیغمبرزاده ایم، فرزند ولی خدا و حجت خداییم. بله. چقدر زیباست، چقدر فرق است بین این جهان بینی و جهان بینی های حاکم بر سایر مثلا ادیان که یک در و انسان ها را به نام نجس ها معرفی میکنه، مثل بودایی ها، یک در به عنوان پست ها، یک در به عنوان نژاد های پایین تر و پست تر. اسلام اینو قبول نداره، ما نژاد متفاوت نداریم. از این جهت که همه ما فرزند یک مرد و زنیم که اون مرد و زن هم حجت خدا بوده. چقدر زیباست. تفاوتش در اینه که میفرماید شما ببین چقدر قدر خودت میدونی. اینی که ما شعبه شعبه قرار دادیم، گروه گروه قرار دادیم، لتعارفو، تا اینی که از یکدیگر شناخته بشین. اینم خودش یک از معجزات الهی است. بعضی ها قیافش مثلا یک شکله، بعضی ها یک شکله. اینا نه به اون جهت است که خداوند به بعضی ها مثلا بیشتر عنایت داشته، به بعضی ها کمتر. نه، خدا مبدا فیضه، فیض از خدا به همه میرسد. این تفاوت زبان و رنگ و پوست و اینها به خاطر اینه که ما با همین شعبه شعبه شدن ها از یکدیگر متمایز بشیم، شناخته بشیم. همه با ارزشند، همه با ارزشند، همه با ارزشند. این کلام خداست. بعد میفرماید که این ارزش رو باید حفظ کرد. انما اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شمایی. تقوا چیه؟ تقوا اینه که انسان هر چیزی که خدا حرام کرده ترک کن، در حق دیگران اجحاف نکند، ظلم نکند، تجاوز نکند، کم فروشی نکند، مال مردم نخورد. اینا تقواه. نمازاشو به جا بیاره، عباداتشو به جا بیاره، اینا تقواست. جمله بعدی فرمود والورع فی دینکم. در تمام امور دین، حتی سراغ اموری که مشتبه هم هست نروید. یه وقت مثلا حرام قطعیه، یه وقت نه شک داریم که این حرام هست یا نه. اینم حضرت میفرماید که مواظب باشید در زندگیتون لقمه شبهناک هم نیاد. بله، بسیار تشکر. سلام ها گوشیم استاد همچنان. درنگ کوچیکی خواهیم داشت. با ما باشید. به وقت بیداری رو میبینید در شام شهادت امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام. جان جهان فداییت، فخر بشر گداییت، هستیم همه یا سیدی سائل سامراییت. به عشق سامرای تو دلم شده هواییت، هستیم همه یا سیدی گدای سامراییت.
آهی جگر سوخته از سوز نهانی، دادن تو را زهر در ایام جوانی. جان شد به لبت از ستم دشمن جانی، شد کار محبان ز غمت مرسی خانی. ای سراپا روح قرآن، ای وجودت جان پاک، آخر از زهر جفا گردید قلبت چاک چاک چاک. پیکر نورانیت شد در جوانی زیر خاک، ای جمالت مصطفایی، ای جلالت حیدری. تنها نه این که بر تن تو جامه عزاست، حتی سیاه پوش غمت سر من رعاست. غم واژه‌ای که بیشتر از هر کس دیگر با چشمهای دائم الاشک تو آشناست. تسلیت گویمت من از سوز جگر یبن الحسن، تسلیت گویمت من از سوز جگر یبن الحسن. بر تو از داغ جگر سوز پدر یبن الحسن. عرض درود و احترام مجدد تقدیم یکایک شما بزرگواران. تسلیت عرض میکنیم شام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. بار دیگر به یکایک شما مؤمنان، با ما در ارتباط باشید با پول ارتباطی برنامه که بسیار هم آشنا هست، نمبر مثبت 964-780-255-4013. جناب استاد موسوی عزیز، در جملات پایانی بخش اول فرمودید از وصیت بسیار ارزشمند حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دو کلمه تقوا و ورع. تفاوتی داره استاد اینا بین هم؟ بله، چون با هم ذکر میشه تفاوتی مد نظر هست. اگر مثلا گاه تقوا گاه ورع در یک متن مثلا تنها میاد، خیلی با هم فرق نداره. وقتی کنار هم میشه، میشه مثل مسکین و فقیر که باید به فرقش توجه کرد. در اینجا می‌فرماید که تقوا یعنی ترک تمام اون چیزی که برای انسان حرام، حرام قطعی، انجام تمام اون چیزی که واجب است برای انسان و انسان یقین داره از واجبات. اما ورع یک مرتبه بالاتره، ترک هر اون چیزی که حرام قطعی است و اون چیزی که احتمال دارد حرام باشه، مشتبه به حرامه، اینم باید ترک بکنی، این میشه ورع. امام حسن العسکری علیه السلام می‌فرماید ما به اون مرحله پایین قانع نیستیم از شما، علاوه بر این که تقوا رو رعایت میکنید، ورع هم داشته باشید. یک وقت مثلا یک تصویری در تلویزیون مثلا به نمایش در میاد، احساس میکنیم که چشم ما اگه به این بیفته ادامه بدیم این سریال رو نگاه کردن، برای ما حرام پیش بیاد، به این معنا که به قصد لذت نگاه بکنیم. یا مثلا یک زن مسلمانی خدای نکرده ناخواسته کشف حجاب شده براش، چشم ما به اون میفته در جای اینا، می‌فرماید که این دیگه از اون مواردی است که احتمال به حرام افتادن میدی رعایت کنی، این میشه علاوه بر تقوا به ورع هم ما رسیدیم. بعد می‌فرماید که ول اجتهاد لله، خیلی مهمه، من خواهش می‌کنم بینندگان عزیز توجه کنند. اجتهاد در لغت به معنای مطلق سعی و تلاش و کوشش میگه. بله، امام قید میزنه، میگه تمام سعی و تلاش و کوشش خودتون رو برای خدا قرار بدید. صبغت الله و من احسن من الله صبغه، به همین کاری که شما بزرگواران میرین فعالیت هایی دارین رنگ عبادت میشه زد. به این نیت کار کنید که قوت و انرژی شما در راه تأمین خانواده صرف بشه، تا بتوانید به اعضای خانواده خدمت درخور و بجا و در زمان مناسب انجام بدید، به عبادات خودتون برسید، این میشه عبادت. خود همین خدمت برای اهل و عیال عبادته.
بعد می‌فرماید که این اجتهاد لله قرار بدین، هر کسی به حسب و به اندازه خودش میتواند اجتهاد در راه خدا داشته باشه. یک کسی مثلا در همون کارها و فعالیت‌های شخصی و روزمره زندگی، یک کسی هم نه، یک قدم بلندتر برمی‌داره، میاد وارد اجتماع و اصلاحات اجتماعی میشه. شما تصور کنید یک فردی مثلا به نام آقای شیخ زکزاکی، یک شخصی از نیجریه بلند میشه، مثلا میاد و با مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا میشه، شیعه میشه، بر میگرده به محل خودش، اجتهاد لله داره، تمام سعی و تلاشش رو برای خدا میگذاره. این شخصیت توانست بیش از 16 میلیون جمعیتی رو که با مکتب اهل بیت علیهم السلام نه تنها آشنا نبودن بلکه قهر بودن، تحت تأثیر تبلیغات وهابیت قرار داشتن، اینا رو شیعه بکنه. این اجتهاد لله است، برکاتی داره در زندگی دنیوی و اخروی انسان. بعد فرمود و صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگویی یکی از ویژگی‌های قطعی شما شیعیان باید باشه و یکی از وظایف شماست که دروغ در زندگیتون راه پیدا نکنه. بعد فرمود اداء امانت، این تعبیر رو میخوام عزیزان دقت کنند، الا من اتمنکم من برن و فاجرن، هر کسی امانت دست شما گذاشته، چه آدم خوبی بوده چه آدم بدی بوده، امانتش رو باید به درستی بهش برگردن. خیلی وقتا هست که یک کالای یک جنسی چیزی به عنوان امانت دست ما گذاشته میشه، حواسمون باشه به این امانت خیانت نکنیم. خود کل همه عالم طبیعت امانتی است که خدای متعال در دست ما قرار داده. اگه ما با این دید نگاه بکنیم، وقتی رفتیم توی عرض کنم جنگل و نمیدونم باغ و نمیدونم عرض کنم خدمتون که برای تفریح و اینا، هیچ وقت به طبیعت که امانتی است خدا در اختیار ما قرار داده آسیب نمیزنیم. غیر از این که اماناتی که از مردم در نزد ما گاهی وقت هست و یا سپرده میشه، اینا سفارش اهل بیت علیهم السلامه و سفارش اکیدشون اینه که از مهمترین امانت ها آبروی مردمه. رازی است که شما از کسی خبر دارید، مواظب باشید اونا رو افشا نکنید، راز دیگران رو آبروش نبرید. در این جمله نکات بسیار بسیار مفیدی وجود داره که ما باید دقت کنیم. یعنی وقتی ما به سیره اهل بیت عصمت و طهارت برمیگردیم، خیلی نسبت به امانت داری حساس بودن. در زمان پیامبر اسلام جنگ خندق اتفاق افتاد. بله. همه میدونن که پیامبر اسلام ناچار شد تا لشکر اسلام رو حرکت بده. حالا 3000 نفر بود، هر چند هزار نفر که بود، اینا رو حرکت دادن، بعد در مضیقه تغذیه قرار گرفتن. یعنی غذای کافی نداشتن، در شهرم قحطی بود، به اینا غذا نمی رسید، طوری که حتی حیواناتی که گوشتشون مکروه هم بود گاه ذبح می شد، برای این سربازا داده می شد. اینو در تاریخ نوشتن، ذبح می شد به سربازا داده می شد. در همون زمان یک یهودی مسلمان شد، اما کدوم یهودی؟ یک یهودی که چوپان بود و گوسفندان همون خیبری ها و یهودی های دیگر رو می چرند. این چوپان آمد مسلمان شد، گفت گوسفندان این یهودی ها فلان جایه، گوسفندان رو من می توانم بیارم، شب میارم برای شما تحویل میدم، چون من مسلمان شدم. از نظر ما که مسلمان هستیم مثلا اینجوری خیال میکرد، خب اونا حق ندارن که این همه اموال رو در اختیار داشته باشد، بعد اینجا سربازا و مردم از گرسنگی بمیرند. به پیامبر اسلام این فرمایش این آقا رو به پیامبر اسلام رسوندن. حضرت فرمود که بگید بیاد. این آقا رو خاص پیامبر باش صحبت فرمود. پیامبر اسلام فرمود که اون گوسفندانی که در اختیار تو هست چیه؟ گفت بله من چوپانم. حضرت فرمود اونا امانت مردمه. و دین ما اجازه خیانتی در امانت رو نمیده. حتی مال یهودی. بله. گفت آقا اینا در جنگن با شما. فرمود باشه. الان کجای گوسفندان؟ گفتن همینجا آوردیم پشت این تپه. اجازه بدید ما همه رو میاریم اینجا برای سربازان مصرف کنیم. حضرت فرمود نه، ما اجازه نمیدیم. گوسفندان رو برگردون به همون جای خودشون، به هنام پیغام بدید، به اون صاحبان گوسفندان پیغام برسون که بیاد گوسفندانشون رو ببرن و این حرف ما رو بگو که من بردم گوسفندان شما رو، ولی اونا گفتن ما خیانتی در امانت نمی‌کنیم. پیامبر اسلام این چنین بود که مسلمانان رو جذب می‌کرد. در زندگی اهل بیت هم همین جوریه. در زندگانی در یک کسی میاد به نام عبدالله ابن سنان. ابن سنان ما دو تا داریم، یکی محمد ابن سنان،
که همون روایات معروف در فضیلت اهل بیت رو نقل کرده، خلقت نورانی و چی و چی که خیلی معروفه. یکی هم عبدالله ابن سنان، ایشون موثقه، روایتی رو ایشون نقل میکنه که ما خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم، عرض کردیم که خیلی از این بزرگانی که مخالف مکتب اهل بیت هست و والی ها و نمیدونم فرماندهان و بزرگان و اینا، اموالی دارد در اختیار ما، اموال اینا زیر دست ما رد میشه، در اختیار ما قرار میگیره، پول نمیدونم ثروت هر چیز. با توجه به این که ما یقین داریم که حق شما اهل بیت رو اینا غصب کردن، خمس که اصلا نمیدن، خراج و عرض کنم هرچی هم بوده اینا برای خودشون مصادره کردن، اجازه میدید که ما در اموال اینا تصرفی بکنیم، یک بخشی رو مثلا به نیازمندان از پیروان شما برسونیم؟ حضرت فرمود که اون اموال تحت چه عنوانی در اختیار شما قرار میگیره؟ عرض کرد که امانته، ما رو امین میدانن، این اموال رو میارن. مثلا بعضی از اینا خب مغازه داشتن، بعضی هاشون سرایی داشتن، چی داشتن، قافله داشتن، کاروانسرا داشتن، اونا می آوردن اموالشون در اختیار اینه قرار می گرفت. امام صادق علیه السلام میگه نماز عصرشون خونده بود، رو به قبله بود، فرمود و رب الکعبه و رب الکعبه و رب الکعبه، سه مرتبه سوگند یاد کرد به خدای کعبه سوگند. اگر ابن ملجم که قاتل امیرالمؤمنین هست که منفور است در دنیا و آخرت و عشق الاخرینه، اگر امانت در نزد من جعفر بن محمد بگذارد، هر لحظه‌ای و هر آنی امانتش رو از من مطالبه کند، صحیح و سالم بهش برمیگردم، صحیح و سالم بهش برمیگردم. این از دین ما. امام حسن العسکری علیه السلام هم فرمود اینا رو رعایت کنید، فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و سلم، برای رسوندن همین امور پیامبر اسلام مبعوث شده. از شما فرمود میخواهم که امانات مردم رو به موعد خودش به افرادی که به شما امانت سپرده برگردن، و طول سجود ارتباطتان رو با خدا محکم کنید در ضمن سجده های طولانی. خیلی وقتا ما نه اهل نمازیم الحمدلله، خیال میکنیم حالا پیش خودمون نماز میخونیم، ولی یک سجده های انجام میدیم که اون آقایی که کلنگ میزنه از ما دیرتر سرش میره مثلا بالا، ما اونقدر تون. لذا میفرماید اینجوری نماز نخونید. و حسن الجوار، رفتارتون رو با همسایه ها با اطرافیانتون درست کنید تا بشویم یک مسلمان کامل. اینم یک قسمت از فرمایشات امام حسن العسکری علیه السلام که در مورد حسن جوار باید توجه داشته باشیم که پیامبر اسلام فرمودن، منظور از حسن جوار یعنی با همسایه هاش خوب باشه انسان. بعد فرمود که جبرئیل امین بر من نازل شد در رابطه با همسایه، سفارش کرد، اونقدر سفارش کرد، اونقدر سفارش کرد که من فکر کردم که الان است که بگه آقا همسایه ها از یک دیگر ارث میبرن، این همه سفارش کرد. بعد اون وقت متاسفانه الان با توجه به وضعیت شهرنشینی و عرض کنم خدمتون که گرفتاری های کاری، اونقدر همسایه ها از یک دیگر غافلن که همین چند وقت قبل یکی از این همسایه هایی که کنار خانه مادرمون بنده خدا زندگی میکرد از دنیا رفته بود، یه خانومی تنها زندگی میکرد، تا 3-4 روز این مسجد نمی آمده. بعد مادرمون رفته از اون خبر بگیره، میگه 3-4 روز قبلی فوت شده بود، کسی ازش خبر نشده. داخل یک خانه، خانم بچه های پولدار داره، دخترای پولدار وضعیتشون خوب، اما متاسفانه با توجه به این فرهنگ و جوی که غیر اسلامی حاکم شده، پدر و مادرشون از خودشون جدا میکنن یا میبرن در خانه سالمندان یا یک جای خانه میگیره، نهایتش به این سرنوشت گرفتار میشه که یک غریبه ای که اصلا با اون نسبتی ندارد از مرگ او اطلاع پیدا میکنه. بعد بهشون میگه بچه‌هاش خبر دادیم آمدن، بله، بعد یک تعزیت عجیبی براش برگزار کردن، یعنی یک مراسم ختمی و قرآن خوانی و فلان و اینا. این قرآن خوانی رو خواهم 1% رو در زندگی برای مادرش خرج میکرد که به این وضع گرفتار نمیشه. اینو میفرماید این حسن جوار. خب استاد تشکر میکنیم. بخش اول وصیت نامه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، توصیه های ناب اخلاقی ایشون به رهروان و شیعیانشان و مایی که امروز در محضر حضرت هستیم به لطف لسان گرم شما رسید. اگر اجازه بدین ادامه بحث ما در بخش سوم و بخش پایانی برنامه ان شاء الله در خدمت سلامت باشیم.
با شما بزرگواران هستیم. همچنان دقایقی از برنامه باقی مانده که در بخش بعد تقدیم نگاهی شما عزیزان میکنیم. من که شور عاشقی در سینه و سر داشتم، صد هزار آینه غم در برابر داشتم. هر شب از سامره در سرداب غیبت تا سحر، روی صحبت در مدینه با پیمبر داشتم. صبح دم آتش گرفت از آه سوزانم، چمن سرچو از سجاده سبز دعا برداشتم. باغ شد لبریز از خون دل آلاله ها، باغبان می رفت و من چشمی ز خون تر داشتم. لاله ها می سوختند از داغ و من چون چلچراغ، بس که من در سینه داغ شعله پرور داشتم. بس که من در سینه داغ شعله پرور داشتم. ای سرفراز دو عالم، ای شکوه سرف ها، در بلندای حضورت سایه سر داشتم. ای تو با من مهربانتر از نسیم آشنا، اون زلفت با تو از گل نازنین تر داشتم. ای سراپا، ای سراپا اتریاسین، ای بهارستان وحی، بی تو من حال شقایق های پرپر داشتم. لطف زهرا داد امشب تا سحر تسکین مرا، آشنایی با نوازش های مادر داشتم. آشنایی با نوازش های مادر داشتم. حسن که اختر تابان رهبری است، اولاد خاتم و آوازه عسکری است، نگین حلقه هستی در عالم است، دارد به نور وجودش جهان نیاز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش پایانی به وقت بیداری امشب که مصادف شده با شام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. اگر میخواهید این برنامه رو در فضای مجازی باز هم ببینید و از نکاتی که جناب استاد موسوی فرمودند استفاده ببرید، حتما از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب اقدام بفرمایید. با سرچ موضوعی برنامه امشب به آن دسترسی پیدا خواهید کرد. در خدمت شما عزیزان هستیم و جناب استاد موسوی عزیز و دقایقی که از برنامه باقی مانده و در محضر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از گرانبهاترین و فاخرترین متونی که برای هدایت ما انسان‌ها به دست ما رسیده، وصیت‌هایی است که از پیامبر اسلام و اهل بیت الحمدلله رب العالمین ما در دسترس داریم. یکی از اون وصیت‌ها وصیت امام حسن عسکری بود که عرض کردیم در سه بخش حضرت وصیت‌های خودشون رو فرمودن. بخش اول رهنمودهای اخلاقی بود، بله. توضیح دادیم. بخش دوم عبارت است از دستور و توصیه حضرت در مورد رفتار کریمانه با پیروان ادیان دیگر و مذاهب دیگر. امام حسن العسکری علیه السلام امامند، دقت دارن به این که در طول تاریخ اون نقطه‌ای که مسلمانان ازش ضربه خورده، نقطه اختلافی است که ممکن است دشمنان دین بین مسلمانان این اختلاف مذهبی رو شعله ور بکند، بعد بیاد به اهداف شوم خودشان برسه. و همونطوری که اشاره فرمودین در بخش‌های قبل، گمشده عصر ما هم اتفاقا همینه. بله. چی؟ این که ما اتحاد، برادری، اخوت رو بین امت اسلام روز به روز بیشتر بکنیم. اگر توجه بکنیم با این جمعیتی که ما مسلمانان داریم، اگر با هم متحد باشیم، با هم یکی باشیم،
امکان دارد یک کشوری که نسبت به جمعیت مسلمانان یک اقلیت محض است او بیاد سرنوشتی برای مسلمانان تعریف بکند و تعیین بکند؟ اصلا امکان نداره، محاله. یا امکان دارد چند نفر فرض کنید که انسانهای پلید با انگیزه های شیطانی بیاد بر سرنوشتی مثلا یک عده از مسلمانان، اونم در قبله اول مسلمانان حاکم بشه؟ امکان نداره. این از افتراق و تفرقه است که بین ما مسلمانان انداخته شده و روز به روز هم متاسفانه آتش این اختلاف تیزتر میشه و ما غافلتر. الان همین جریان ظهور داعش رو ببینید و گروه های تروریستی دیگر که در کل جهان امروز برای خودشون راه میرن و حمایت میشن. امام حسن العسکری علیه السلام این روزهای اسلام رو میدیده، لذا این توصیه رو فرمود. چقدر دقیقه میفرماید آغازگر محبت شما باشید. عزیزان، برادران، شیعیان، هر جای دنیا هستید، مرجع عالی قدر اسلام حضرت آیت الله العظما سیستانی در اون اجتماع بزرگی که بین شیعه و اهل سنت بود، ایشون فرمود نگین برادران ما اهل سنت، بلکه بگویید جان ما اهل سنت. بله بله، اینو تعبیر کرد. آقا اختلاف نظر در مسائل فقهی بین فقهای خود اهل سنت هم هست، بین فقهای خود ما هم هست. اختلاف نظر در مسائل اعتقادی الا ماشاءالله بین خود چهار تا مذهب اهل سنت هست، یعنی حنبلی، شافعی، مالکی، اینا، حنفی، خودشون اختلاف نظر دارن که شده چهار تا مذهب، چهار گروه. اگر با هم همشون یک نظر بود که یکی بود که. بله. لذا این اختلاف نظرها نباید سبب بشود که ما خون و جان یک دیگر رو مباح بدونیم. امام حسن العسکری علیه السلام میفرماید که من میگم چه کارهای باید انجام بده تا صدق اخوت و برادری بین شما قشنگ ملموس بشود. بله. و به چشم بیاد. یک، در نماز جماعت ها شرکت کنید. عجیب. یعنی اگر ما در نماز جماعت اهل سنت شرکت بکنیم، این طبق دستور امام حسن العسکری علیه السلامه. کجاها دیگه جاش خود فقها فرمودن؟ آقا شما مکه و مدینه میرین جدا نماز جماعت تشکیل میدین در مکه؟ نه، همه فرمودن آقا تو مسجد الحرام نماز برگزار میشه. امام معصوم هم فرمود، مراجع تقلید هم میگه برین میگه شرکت کنید. بله. شما یک مراجع تقلید پیدا کنید که بگه آقا شما نه حق ندارین شرکت کنید. ندارین، برین میگه شرکت کنید، دور خانه خدا نماز جماعت بخونید. وشهدو، بعد میفرماید که جنازهم، اگه میبینید تشییع جنازه از برادران اهل تسنن برین شرکت کنید، مسیحیه برین شرکت کنید، کافر مردهشون هم میکنه نیازی هست به کمک، برو. این اخلاق مداری شما رو میرسونه، نه ضعف و ذلت شما رو. برین میگه شرکت کنید. و عود و مرزاه، مریض دارن، بیمار دارن، برین به عیادتشون، برین. و عد و حقوقهم، حقوق اونها رو به عنوان یک انسان، حق انسانی داره، حق شهروندی داره، حق عرض کنم که اسلامی داره، اینا رو ادا کنید. از زیر بار حق اینها شانه خالی نکنید. شاید یک جایی مثلا حاکمش اهل سنته، یک جایی حاکمش شیعه، یک جایی حاکمش مسلمانه، زیر پرچم اسلام کفار اهل کتاب زندگی میکنه، این دستور مستقیما اونا رو شامل میشه، ادای حق اینا باید بشه. این بخش دوم بود. در بخش سوم امام حسن العسکری علیه السلام، چون میخوام وصیت نامه رو تمام کنیم، یک توقعاتی از مؤمنین دارن، توقع و انتظار، توقع و انتظاراتی که میفرماید اینا رو ما توقع و انتظار داریم، شما اینا رو باید برآورده کنید. استاد حدودا 3 دقیقه. بله، یعنی 3 دقیقه ان شاء الله سعی میکنیم برسونیم. اولین توقع و انتظار اینه که میفرماید باعث مسرت و خوشحالی ما باشیم، نه سبب گرفتگی و آر و ننگ برای ما. چه کار کنیم؟ فرمود که به همین توصیه اخلاقی کردن پایبند بشیم. فإن الرجل منكم اذا ورع في دينه، اگر شما تقوا را رعایت بکنید، صدق حدیث داشته باشین، ادای امانت داشته باشید و حسن خلق داشته باشید با مردم،
قیل هازا شیعیون، بعد گفته بشه این آدم این شیعه هست، فیسر رو نزالک، این ما رو خوشحال میکنه. بله. شبیه همین بیان از امام صادق علیه السلام هم هست که دیگه میگذاریم بخاطر یه وقت کمه. دو دومین توقع فرمود که بیاین زینت ما باشید. خیلی این جمله بالاست، کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینن، متن وصیته. یعنی میگه شما یک آدم معمولی میتوانی اونقدر رشد کنی که زینت و افتخار ما اهل بیت بشی، که ما خودمون زینت عرش الهیم، ما افتخار عالم آفرینشیم، بیا زینت باش برای ما. چه کار کنیم که زینت ما، زینت شما اهل بیت باشیم؟ فرمود همین که آر و ننگ برای ما نباشیم، با ظلم و جور و جفا زندگی نکنید، با مهر و عدالت و صفا حیاتتون رو به سر ببرید. این دو. سومین نکته که از توقعات حضرت هست، فرمود که جر رو الینا کل موده، برین محبت مردم رو، دلهای مردم رو به سوی ما جذب کنید، محبت ما رو در دلهای اونها جاگزین کنید. بی ارتباط به بخش دوم فرمایشات حضرت هم نیست. بله. ایشان گفتن که در نتیجه مودت و مهربانی با پیروان سایر ادیان اونها جذب میشه، شما به اونها اعلام میکنید که ما از خشونت، از نفرت، احسن، از کینه دوری خواهیم کرد. احسن، ما اهل صلحیم، محبتیم. بله. قطعا فرمود که محبت اونها رو نسبت به ما جذب کنید، سعی کنید طوری رفتار کنید که اگر یک کار قبیحی قرار شده به شما نسبت بدن، بگن نه اینا شیعه، شیعیان این کار نیست. دیدین در بعضی از مثلا شهرها یا آبادی‌ها یک طایفه، یک خانواده معروف به مردانگی مثلا مروت، بله، بعد یک صفتی رو که نشانه خفت و پستی باشه، اگه با اونا نسبت بدن میگن نه اونا اینجوری نیستن، یا معروف به صدق و راستگوییه، اگه بگم مثلا فلان شخص یا فلانی ها اینجوری گفتن میگن نه او خانواده رو ما میشناسیم اینجوری نیست. امام حسن العسکری علیه السلام میفرماید در کل همه شما مؤمنین، همه شما شیعیان طوری باشید که زینت ما باشید، مایه افتخار ما باشید، نسبت به ما دلها را جذب کنید، نگذارید هیچ نسبت قبیحی و زشتی به شما داده شود یا از طریق شما به ما نسبت زشت و قبیح داده بشه. بله، بسیار تشکر استاد. احساس کردم که با توجه به تایم کوتاه برنامه، بله دیگه ما حذف کردیم، نگاهی کوتاه کردیم، بسیار گذراتر نسبت به آنچه که پیشونی شده بود به وصیت‌نامه داشتید، نکات مهم را فرمودید. بسیار تشکر میکنیم، ان شاء الله که بتوانیم در برنامه های بعد هم خدمت شما باشیم. سلامت باشید. در محضر شما بزرگواران جرعه نوشیدیم از دریای معارف اهل بیت علیهم السلام و امام حسن عسکری علیه السلام. امیدواریم که مورد رضایت حضرت واقع شده باشه، مورد رضایت یکایی که شما عزیزان هم همچنین و همه شما عزیزان به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و دعایتان محتاج و به دیدارتان مشتاقیم.